شباید یکی چاش برافراند کنم. کسی نمیفهمه یعنی چه. برای 500 نفر خوندم برو برو راست خم کرد و چاپ کرد راست. یعنی چی گمه نمیفهمه. کسی شاهنامه فردوسی رو به نام خداوند جان و خرد اول شاهنامه نمیشه. کسی نمیفهمه یعنی چی به نام خداوند جان و خرد، به نام هوشنگ، به نام شما هموطنان گرامی، به نام انسان. من خداوند جان و خرد هستم، صاحب جانم هستم و صاحب خرد. نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است و آن سپاس. سپاس تو چشم است و گوش و زبان، که از این سه رسد نیک و بد بیگمان. برید دانش و خرد بیاموزید هموطنان گرامی و خردمند بشید و خواهید دید که چگونه سربلند و دلاور و آرام و آسوده زندگی خواهید کرد. در مورد واژه ها سخن میگم، استراتژی و تاکتیک، هدف دراز مدت و مانور. هموطنان گرامی، در خارج از میهن دراستی شما مبارزه رو چه میگن؟ سوراخ دعا رو گم کردی. همه به تاکتیک دست به قول معروف دراز کردید. همه دنبال تاکتیک، برای که فکر نکنید که این به خاطر چیه؟ به خاطر زرنگیتونه؟ نه هموطنان گرامی، همه به حیله متوسل شدید. این حیله گری ایرانی رو هیچ کس نداره. اشتباه نشه با باهوشی، خیلی به هم نزدیکن. حیله و هوش، سخنی که با جناب بیگی گفتم. فکر میکنید یهودی ها هم همین سرگذشت ما رو داشتن؟ اگر کوروش نبود که یهودیان هنوز اون طوق داشتن اینجوری محکم، خیلی هم قشنگه. برای همین بود که اسم کوروش رو نوشتن توی فرست تستامنتشون به عنوان پیامبر، به عنوان شخصی که اومد آزاد کرد به راستی. چرا ما میریم یهودی ها رو آزاد میکنیم، نمیایم ملت خودمون رو آزاد کنیم؟ چون کوروش مرده؟ نه نمرده. کوروش نمرده. کوروش در جنهای من و شما هست. کوروش آسوده به خواب مزخرفی بود که شاهنشاه آریامهر گفت. کوروش ها باید توی خیابون باشی، باید فریاد بزنی، آسوده به خواب. کی بیداره؟ شما شاهنشاه ایران، که من احترام برای ایشون دارم. براستی من پادشاهی پهلوی رو یک دوران انتقالیه سلطنت بیگانه به شاهنشاهی ایران میدونم، با تمام احترامی که برای شاهنشاه پریامه برزا شاه بزرگ دارم، هموطنان گرامی، ولی انتقادم رو میکنم. من انتقادم رو به فولاد من که جانمه میکنم. فولاد من این ملت رو ساخت، براستی میتونست این ملت رو نجات بده. هیچی، مشکل تاریخی، اشتباه تاریخی، کفیل ملت ایران، برم لب مرز. کجا میری آقا؟ میگیرن میکشن تو. کجا ترکیه؟ ترکیه که جانش جمهوری اسلامی. شما نمیدونید قبل از اینکه انقلاب در ایران بشه، این وضعیت نگی در ایران حاکم بشه، در ترکیه چه وضعیتی بود؟ تمام شکوفایی اقتصادی اینا به قول معروف از صدقه سر ملت ایرانه. اینا عاشق جمهوری اسلامی هستن. جمهوری اسلامی ولی نعمت ترکیه است. برید در زندانهای ترکیه ببینید چه میکنن اینا با مردم. تازه میخوان بیان جزء جامعه اروپا. خجالت بکشید برید دنبال کارتون. اول برید جامعتون رو درست کنید، فاصله بگیرید از این اسلام لنگین و اون قوانین آدم خورش. الله اکبر، الله اکبر. شهر هزار مسجد قبلنده چه بود؟ آنکارا بود؟ چه بود؟
در هزار مسجد میگفتن. هزار تا مسجد داشت. حالا میخواد جزء به قول معروف جامعه اروپا هم بشید. بیایم هموطنان گرامی، بیایم و فوت کنیم، فوت کنیم. اگه نمیتونید، من فوت میکنم. من این غبار تاریخ رو دراستی از روی جنهای ملت ایران فوت میکنم. من همه این مردم رو میارم توی خیابون. دراستی روزی که من ملت ایران رو تو خیابون بیارم، جهان تا و مقاومت نخواهد داشت. جمهوری اسلامی مسلسل کلاشنیکوف زهر مار اینا کاری انجام نخواهد داد. با توف ملت ایران به راستی اینا غرب میشن. ملت ایران میتونه خودش رو رها بده. کوروش های من، داریوش های من، بهرام گور های من، نترسید، نترسید. از این دموکراسی آبکیه به قول برو جهان غرب استفاده کنید. از این دموکراسی بی پشتیبان استفاده کنیم. بیاییم با هم متحد بشیم. ارتش 7 میلیونی ایرانی رو در خارج از میهن تشکیل بدیم. این ارتش لازم نیست سلاح داشته باشه. نمیخوام کسی در خارج از میهن سلاح به دستش بگیره. ما در خارج از میهن هیچ کاری نمیخوایم بکنیم. ما به شیوه قهری در خارج از میهن هیچ کاری نخواهیم کرد. ولی به عنوان یک ملت، من اگر تونستم 7 میلیون بچه های چنگیز و بچه های تیمور و بچه های محمد تازی و بچه های نادر افشار و بچه های به قلبر و بابا خان رو کنار هم بذارم، اون وقت خواهید دید که جهان چه احترامی به ما خواهد گذاشت. خمینی چقدر آدم مگر جمع کرد؟ 150,000 بار فولادوند جمع و تفریق کرد برای شما. از اول میدون فوزیه تا میدون آزادی 500,000 نفر پرش میکنه. 7 میلیون آدم دارم در خارج از میهن. کنار من قرار بگیرید، من جهان رو وادار میکنم به راستی احترامی به شما بذارن، نه سرفکنده جلوی به قول معروف مردم جهان، نه سرفکنده بریم سراغ اداره های ولفر یا سوسیال آمت و فلان. نه، اگر خواستیم هم کار نکنیم، اگر خواستی هم به قول معروف از جامعه حقوق بگیریم، به اندازه کافی میتونیم خودمون تولید کنیم. نفت داریم، طلا داریم، مس داریم، هرچه داریم. نداریم، میکاریم. به شما میآموزن تمام کبیر ایران رو به راستی میشه کاشت. هموطنان گرامی، هیچ راهی، هیچ به قول معروف مشکلی نیست. ما به نیروگاه اتمی نیازی نداریم هموطنان گرامی. ما تمام کبیر ایران رو میتونیم نیروگاه های خورشیدی بذاریم، تمام کوههای شمال رو میتونیم توربین های بادی بذاریم، از سد از رودخانه هراز میتونیم 300 تا سد ببندیم، سدهای حوضچه‌ای ببندیم، بریم جلو، از حوضچه به حوضچه توربین بذاریم و برق بگیریم. برای این تاریخ هم هموطنان گرامی، من ایرانم به راستی سوگند، کنار من قرار بگیرید. بذارید من اینقدر به شما التماس کنم برای مبارزه، برای اتحاد، برای سربلندی.